علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. بروی گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی ز کرم دهد گدا را. سلام بر علی، سلام بر شهامت و عدالت علی، و سلام بر تو ای پدر مهربان که گنجینه مهر و گنجور وفایی، و سلام به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان مهربان ما که بیننده این ویژه برنامه و مناسبت میلاد با سعادت امام علی علیه السلام از طریق شبکه جهانی راه فردا هستین. امیدوار هستیم همه شما عزیزان بیننده، هموطنان خوب ما در داخل و خارج از کشور، هر جایی که هستین، جور صحتمند، سالم، سلامت باشین. و چه افتخار خوبی داریم، چه سعادتی نصیب ما شد تا از طریق یک ویژه برنامه دیگر با جمعی از همکاران زحمت کش ما در خدمت شما باشیم. قبل از اینکه در خدمت دوستان و همکاران ما باشیم، باز هم میلاد با سعادت امام علی علیه السلام و روز پدر گرامی باد و سلام عرض میکنم، سلام خاص به همکاران خوب ما، آقای حسینی عزیز، خانم رضایی، خانم عباسی و همه عزیزان دست اندر کار در این برنامه که چندین شب و روز از زحمت میکشند تا این برنامه را تقدیم حضور شما عزیزان بسازیم. امیدوار هستیم که همگی شما با ما همراه باشین. آقای حسینی بله. سلام، سلامت باش، سلام خدمت خودت. اجازه بدید آقای رحمتی که با یک شعر کوتاه من هم سخنان خود آغاز بکنم. دل هرچی نظر به وسعت عالم تافت، جز نور تو در عرصه آفاق نیافت. هنگام نهادن قدم بر سر خاک، دیوار حرم به احترام تو شکافت. من هم به نوبه خود عرض درود و سلام دارم خدمت تمامی از اون که ما از دریچه تلویزیون راه فردا بیننده هستند و همچنان جا داره که ولادت با سعادت امام علی علیه السلام را خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض بکنیم و مخصوصا روز پدر را به تمامی پدران مهربان سرزمین ما و پدران زحمتکش سرزمین ما تبریک عرض بکنیم. بله، من هم سلام تقدیم میکنم خدمت همکارای خیلی خوبم که در این ویژه برنامه با ما همراه هستند. خانم حلیمه رضایی، سلام خدمت خودت هم. سلام خدمت شما همکار عزیز آقای رحمتی و خانم عباسی. بسیار خوشحال هستم که باز هم با یک ویژه برنامه دیگر خدمت تک تک شما دوستای عزیز هستم و در قدم نخست میلاد حضرت امام علی علیه السلام را بر عاشقان آن حضرت تبریک و تهنیت عرض می کنم و روز پدر را برای تمامی پدران زحمتکش کشور ما به خصوص به پدرجان خودم تبریک میگم و دستانشان را زمین جمع میبوسم. سلام و هزاران سلام به تمامی پدران زحمتکش، مادران مهربان، خواهران دلسوز و برادران خواب. بله دوستان عزیز، ما هم به نوبه خود میلاد با سعادت حضرت علی و روز پدر را به تمامی پدران زحمتکش و رنجیده ما تبریک و تهنیت عرض میدارم و همچنین به همکاران خوب ما که شما هم پدر هستیم. خیلی ممنون، تشکر خانم عباسی. ما هم از طریق این ویژه برنامه خدمت پدرجان شما، پدرجان خانم رضایی و آقای حسینی تبریک عرض میکنیم. نگفتنم رحمتی سوید، ما به پدرم نگفتم. بله. بله، روز پدر به پدرجان خودم و همچنین به هر دو پدر کلان مهربانیم این روز برای تان تبریک و تهنیت عرض میدارم. خیلی عالی، انشالله سایه عمرشان، سایه حضورشان بالای سرتان باشه، عمر همگی تان طولانی و با برکت باشه. بیننده عزیز، بخشای خیلی متفاوت دیدنی جالب داریم با همکاری همکاران خوب ما. گزارشی داریم از سطح شهر، اجرای گروه تئاتر می داشته باشیم بخیر که بله. اجرای خیلی خوبی خواهند داشت و گروه سرود، گروه تواشه، مصاحبه با کارشناسان، مصاحبه با علما در مورد نقش و مسئولیت‌های پدر، همه این بخش‌ها را از طریق این ویژه برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. امیدوار هستیم با ما همراه باشیم. حالا میریم مصاحبه که خانم مینا حیدری و خانم ادیب با همکاری آقای ناظری تهیه و ترتیب کرده از فرزندان، از پدران عزیز و هم‌میهن ما در سطح شهر کابل پرسیدن، نظریاتشان را آماده هست میشنویم، بعد از او در خدمت شما هست. بله آقای رحمتی، قبل از وقفه میخوایم یک تشکری همچنان داشته باشیم از دارالشفای حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بابت همکاریشان در این ویژه برنامه. گزارش سطح شهر ما آماده است، با هم یک جا تماشا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند مهربان، عرض سلام و ارادت خدمت همه شما بیننده های عزیز.
جا دارد که ما هم میلادی با سعادت امام علی علیه السلام را و گرامی داشت از روز پدر را خدمت همه شما بیننده های عزیز بخصوص پدران گرامی تبریک و تهنیت عرض بکنم و از سپاس از شما خوبان که تا این دم میشه برنامه روز پدر را با همکاران گرامی ما دنبال کردین. حالا هم ما سکینه عدی و همکار خیلی خوبم بانو مینا حیدری آماده هستیم تا بریم در سطح شهر و ببینیم که آمادگی ها در سطح شهر چگونه هست. من سلام عرض میکنم خدمت تمام شما بیننده های عزیز. میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام که مصادف است با روز پدر به تمام شما هموطنان عزیز تبریک میگم، مخصوصا پدران عزیز افغانستان. قسم کمکار خوبم ادیب جان گفت در سطح شهر میریم تا با اقشار مختلف گپ و گفت داشته باشیم و صحبت های آنها را در مورد روز پدر و ولادت حضرت علی علیه السلام شنونده باشیم. با ما همراه باشیم. سلام خدمت شما، وقت شما بخیر. سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. سلامت باشین. روز پدر مبارک باشه و چی اثر مخصوص برای روز پدر دارین شما؟ روز پدر برای همه پدرای افغانستان و همه پدرای دنیا مبارک باشه و قسمی که میبینین دیگه بخاطر روز پدر ما که فرمایش نداریم. خب از اونجایی که هنوز شما بر روز پدر اثری هنوز خلق نکردین، آیا اگر کسی فرمایش بده حاضر هستین که کار بکنین؟ بله و چرا نه؟ معمولا یک اثر چقدر وقت در بر میگیره تا شما تکمیلش بکنین؟ یک اثر اگر پنسلی باشه مدت یک روز در بر میگیره، اگر رنگ روغن باشه مدت یک 3-4 روز در بر میگیره. خب غیر از مورد روز پدر دیگه چی دستاورت ها دارین؟ دیگه چی اثرات خلق کردین و دارین؟ ما به خاطر روز پدر هیچ فرمایش نداشتیم، ولی به خاطر 14 فوریه که روز عاشقا میشه ما در این هفته زیاد فرمایش داشتیم. یعنی از روز پدر کده 14 فوریه خیلی بر مردم ما مهم است. هنوز چند اثر به مناسبت 14 فوریه شما نقاشی کردین و یا هم زیر کار هست؟ من خودم در ظرف یک هفته 6 اثر کار کردم. در مدت 7 روز 6 اثر کار کردم به خاطر 14 فوریه. تشکر از شما از اینکه مصاحبه کردین و با ما موضوعات را شریک ساختین. حالا هم ما در آمدیم در کتاب فروشی و پشت دروازه انتشارات یوسفزاد قرار داریم تا ببینیم که آیا خرید کتاب و فروش کتاب ها به مناسبت روز پدر چگونه بوده و آیا هیچ بوده در این مورد چیزی یا خیر. سلام، وقت شما و خیر. روز پدر خدمت شما مبارک باشه. تشکر. سلام خدمت شما، روز پدر و پدرای بزرگ ما مبارک باشه و همچنان به کسایی که پدرایشان زنده است تبریک میگم. سلامت باشین. حالا شما مسئول انتشارات یوسفزاد هستین، چی تحفه های بر مناسبت روز پدر دارین و آیا تحفه های شما هنوز خریده شده یا خیر؟ ما بر روز پدر تحفه های داریم تا فعلا هنوز کس نامده که تحفه بخرن. کتاب میتونه که تحفه باشه و دلیلی که هنوز بر روز پدر شما فروشاتی نداشتین چی بوده؟ بله، بهترین تحفه البته بر هر کس من ایره میدانم که بهترین تحفه تو کتاب است، چون یک کتاب چیزی است که انسان از همه چیزا دور میسازه، از گناهی چیزا دور میسازه، اما نمیفهمم دیگه چون مطالعه کم است از او خاطر بعضی کسا فکر نکنم که بیاین تحفه کتاب بگیرن. اگر بهترین تحفه برای یک شخص مثلا برای مادر باشه پدر باشه کتاب است. و تحفه های ما داریم مثلا از جمله که گفتم دیوان حافظ که بهترین کتاب است، مثلا کس تصدق نمیاره دیگه، ما داستان ها داریم و شاهنامه داریم، این چیزهای کتاب هاییست که برای تحفه ای داریم. خب اما چون کتاب خانی کم است از او خاطر کس نمیکنن بیاید کتاب بخره. سلامت باشین، تشکر از شما. شما خودتان ازدواج کردین؟ بله ازدواج کردم. فرزند دارین؟ بله 4 تا فرزند دارم. بسیار خوب. تا حالا بر شما روز پدر گرفتن؟ گرفتن خوی نال بخیر پیسه که امسال خیلی نیست دیگه فکر نمیکنیم روز پدر. خب اون روز که گرفته بودن چی ترتیبات گرفته بود بر شما؟ تو دیگه خانواده خود خاصی ترتیبات نگرفته بودن، مثلا شب که میرفتی بس
بچه ها میورد یک دانه جراب و یک دسمال پدر جان میگه روزی پدر است. شما اینه بیشتر جراب جمع کردین در روز پدر؟ آه همه یک جراب یک دسمال دیگه نیست، اقتصاد نیه و چیزی نمیتونه که بر ما بگیره، یک خود ما هم شخصا که خوشم آمد تو برین که چی نشد خرید فروش تانم بکنین همون تو گفزده میره. بچه تان چند سال هست؟ بچه من فضل خدا 12 سال است بچه کلانه. باز توفه خاصی که بچه تان بر شما گرفته باشه امو جراب بوده و دسمال دیگه چیز نگرفته؟ دیگه چیز نگرفت، دیگه یادی ما نمیه. بسیار خوب. امسال بر شما تصمیم دارن کدام تجلیل کنن از روز پدر یا خبر ندارین؟ خبر ندارین، ما هیچ از این چیزا خبر نداریم. تا حالا سورپرایزتون نکده بخاطر؟ نه، هیچ سورپرایز نکده. چرا که امسال اقتصاد بسیار ضعیفه دیگه، هیچ همیار فکر که در کودک هم تأثیر گذار است این اقتصاد، باور میکنیم؟ هر سال خوب بود، کار بار بود، بچه ها را کمتون پیسه میدادیم، میرفت، خوش بود، میامد، نگاه میکرد بر خودم خود، تقام وقت میشد روز پدر اگه میامد اونو میگرفت. این سال نه، یکان نفر میگه پدر جان اگه دهی بیسی بیتیم، نیست بچه ایم دیگه، ما از گجا کنم، کار بار خوب بگیم، باز هیچ گب نمیدم. راستیشم واقعیتم که شرایط فیلم بسیار خراب شده. بسیار خراب شده. خدا شایده نمان یک افتر شنوار آوردی تا حالا پیسه خود پورا نتانسته دیگه. تو فکر بودیگه یا چی جور نشده دیگه. گفتنی شما بر بیننده عزیز ما چیست به خاطر میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام کست؟ چی گفتنی داریم بر بیننده ما؟ زنده باشین دیگه. خب ما گفتنی خاصی ندارم. میره پیش و پیش تولد حضرت علی علیه السلام برای تمام دوستانش تبریک میگم. دیگه چیزی گفتنی ندارم. تشکر. زنده باش. سلامت باش.